خانه فرهنگ و هنر افغانستان در جشنواره بین المللی افطار اسلامی مشهد ایران. اولین جشنواره ملل تحت عنوان افطار اسلامی از سوی شهرداری مشهد با حضور 6 کشور ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، هند و لبنان در بوستان بهشت شهر مشهد برگزار شد. این جشنواره که همزمان با ماه مبارک رمضان از 6 تا 17 ماه حمل 1402 آغاز و ادامه داشت، کشورهای شرکت کننده محصولات غذایی و فرهنگیشان را در 40 غرفه به نمایش گذاشتند. استقبال کم نظیر مردم و بیش از 150,000 بازدید کننده از این نمایشگاه اهمیت این جشنواره را دوچند ساخته بود. علاقمندان در 11 شب از غذاها و دیگر محصولات این نمایشگاه به خوبی بهره‌مند شدند، اما جایی که این بازدید کنندگان به ویژه جوانان و نوجوانان علاقمندش را نتوانست از داشته‌های هنری خیش سیر کند، این غرفه بود. خانه فرهنگ و هنر افغانستان که به ابتکار بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی ایجاد شده است تا این هنرمندان بتوانند اولین کار مشترک فرهنگی و هنریشان را با معرفی بگیرند. هنرمندانی که با ارائه نمونه اصیلی از موسیقی، نقاشی، صنایع دستی، نمایش فیلم، کودکان دری زبان و تصاویری از اسطوره‌های موسیقی کشورشان در این غرفه کوچک جلوه خاصی به این نمایشگاه و جشنواره بخشیده و نیز نقش برازنده‌ای در معرفی فرهنگ و هنر کشورشان ایفا نمودند. یک کار فرهنگی بسیار عالی بود. این باعث افتخار ما هست که پرچم سرنگ افغانستان به اعتزاز در آمد به کشور جمهوری اسلامی ایران. بیشتر جلب کردن آمدم واسدم. خوش آمد از صنایع دستیاش، از موسیقی ها، از مهمانه که نشستند آخر غرفه. جالب بود. واقعا یاد پرچم، نام ملت و یاد سرزمین مادری را شاد کردن. خوب موسیقی محلی خوب میبینیم، عنعنات کشور خود میبینیم، غذاهای کشور خود میبینیم، دوستان رفیقا همگی واقعا عالیه. اگه این نمایشا گاه و اینا بیشتر باشه، در طول سال هم باشه، خیلی عالی هستش که آدم لااقل احساس غربت نکنه در این چیز. غرفه خانه فرهنگ و هنر افغانستان بیشترین استقبال کننده و بازدید کنندگان از جمله چهره های شناخته شده فرهنگی، ادبی، هنری، ورزشی و خبرنگاران به شمول مسئولین بلند رتبه دولتی ایران و به ویژه علاقمندان از کودک و نوجوان گرفته تا کهنسالانی که از دور و نزدیک می آمدند و در هوای سرد در انتظار تماشای موسیقی نشسته تا لحظات خوشی را با هنرمندان موسیقی افغانستان سپری کنند. سالهای سالی که از طرفداران جدی موسیقی افغانستان هستم. همیشه حسم درباره موسیقی افغانستان این بوده که در این موسیقی رنج و غم دوری از وطن نواخته شده. موسیقی های زنده شبانش خیلی خوبه. در آینده تصمیم اینه که ساز طبلا و رباب رو یاد بگیرم. موسیقی افغانستان خیلی دلنشین و خیلی زیباست. مخصوصا صدای رباب رو خیلی دوست داشتم. اینکه موسیقی رو آوردین از افغانستان در این میان خیلی تنوع خوبی داده به غرفه ها. موسیقی افغانستان خیلی خوبه، اصالت خاصی داره تو سازاش. موسیقی یک خاصیت ویژه‌ای به این جشنواره داده بود. شب برنامه و شب سندری و شب هنرمندان اجرا و موسیقی و میتونه سرآغاز بسیار نیک، سرآغاز بسیار خیری باشه، به خاطر از این که فرهنگ موسیقیایی افغانستان به بوته فراموشی سپرده نشد. آوا و نوای موسیقی شاد و غمگین و تکنوازی رباب، ساز ملی موسیقی افغانستان، همه این تماشاگران به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده و به وجد آوردند. نخستین برنامه مشترک هنرمندان خانه فرهنگ و هنر افغانستان جذاب و دیدنی بود، اما از دید علاقمندانش کافی نبود. از هنر موسیقی بسیار مورد استقبال قرار گرفته. استقبال از این غرفه خیلی خوب بوده. واقعا این بنیاد بهترین بنیادی هست که من در کل کشور دیدم. خیلی عالیه. موسیقی محلی شاد خیلی خوب بود. به قول ما ایلتی ها دیگه بوده جانجوره. بسیار استقبال کردم. ما هم خیلی خوشحال هستیم که امشب
کنار هموطنا گل خواست. خیلی عالیه، خیلی قشنگه. بسیار مقبول بود. خیلی عالی بود. خیلی دوست داشتم. مخصوصا یه ساز خیلی خاصی که دارن به اسم رباب هست. بسیار بسیار لذت بردم. ریشه هایی است که ما رو به هم وصل میکنه. خیلی عالی بود، فوق‌العاده بود. خیلی اومده بودن. دیر شه استقبال و موسیقی در افغانستان در دیر خوش کرده و خیلی عالی بود، لذت بردم. واقعا بازدید خیلی خوب بود، به خصوص غرفه موسیقی، موسیقی زنده. فوق‌العاده لذت کافی رو من ازشون بردم. خیلی عالی، پرفکت بود. خیلی لذت بردم، با موسیقی افغانستانی بیشتر آشنا شدم. حرف نداشت. ما الان چند شب پشترم داریم میایم دید می‌کنیم، بازدید می‌کنیم از جا. من امشب شب اوله به دعوت دوستان. ده شب. هم یه هفته‌ای میشه. من خودم امشب شب دوم اومدم. هر شب میایم. غرفه بسیار فاخر و افتخارآمیز امیر خسرو بلخی. فوق‌العاده است، خیلی خوب است. اما کافی نیست. کارشناسان نقش این جشنواره را در تقارب و تعامل بین کشورهای همجوار و همسایگان با اهمیت توصیف نموده و خواهان گسترش آن در سطح بالاتر شدند. شهاب حسین، رادیو کابل 1354، مشهد، ایران.